سلام دوستان، اگه دوست دارین دیجی بشین یا یه سری اطلاعات راجع به دیجی ها به دست بیارین، این ویدیو رو از دست ندین. من دیجی مستاش هستم. تو این ویدیو میخوام راجع به تعریف دیجی، تاریخچه، فعالیت اصلی و ابزار کار اونها صحبت کنم. پس این ویدیو رو دنبال کنید. خب دوستان، خیلی خوش اومدید. من دیجی موساش هستم و چندین سال دارم این حرفه رو دنبال میکنم به صورت حرفه‌ای و الان در حال حاضر توی کشور یونان دارم زندگی میکنم. توی این ویدیو میخوام طبق قولی که بهتون دادم توی ویدیو قبلی، میخوام راجع به تعریف دیجی، تاریخچه دیجی، فعالیت اصلی اونها که چه کارهایی انجام میدن و با چه ابزاری این کار رو انجام میدن به صورت مفصل صحبت کنم با اتون. ببینید دوستان، یه سری قاعده هست، یه سری اطلاعات هست که شما باید راجع به این کار بدونید و راجع به این کار تحقیق کرده باشید. همه انجام دادن یا همه علم این کار به این نیست که شما بتونید یه سری تکنیک های تخصصی رو روی دستگاه اجرا کنید یا بتونید چند تا آهنگ حالا محبوب رو فقط اجرا کنید. پس ما به صورت مفصل تو این جلسه های اول راجع به خود این حرفه صحبت میکنیم، راجع به این صحبت میکنیم که این حرفه واقعا چیه و چه تعریفی داره، تعریفی که توی کشور ما داره و تعریفی که خارج از کشور ما هست و کاری که خارج از کشور ما تو این حرفه انجام میدن چی هست و ما چطور میتونیم یه دیجی خوب بشیم، چطور میتونیم پیشرفت کنیم. اگه علاقه من باشید، اگه بخواید که واقعا تو این حرفه پیشرفت کنید و هدف خوبی داشته باشین تو این حرفه، خب مستقیم میریم روی تعریف دیجی. تعریف دیجی تقریبا برمیگرده به تاریخچه اون. پس من این دو مسئله رو، یعنی این دو بحث رو با همدیگه کامل توضیح میدم، چون تعریف دیجی از خود تاریخچه دیجی میاد. خب به این شکل استار خورد کلن عصر موسیقی الکترونیک که تو سال 1857 لئون اسکات توی فرانسه فونوگراف رو اختراع کرد. فونوگراف یه دستگاهی بود که صوت رو برای اولین بار صوت رو ضبط میکرد و بعدش توماس ادیسون توی آمریکا سیلندر فونوگراف رو اختراع کرد که این همون صدای ضبط شده رو پخش میکرد، که تقریبا همون دستگاه گرامافونیه که ما میشناسیم امروزه و
استفاده ازش میکنیم. خب جلوتر میریم، توی سال 1892 امیل برلینر اولین صفایی گراموفون رو به صورت تجاری شروع به ساختن میکنه و پخش میکنه، که تو سال 1906 ریجنالد فسندن برای اولین بار توی رادیو توی تاریخ دنیا اون صدا رو پخش میکنه، که برای اولین بار اجرای موسیقی یا اجرای اون صدای الکترونیک توی رادیو بوده. این اتفاق افتاده تو سال 1906. دقت کنید، این اطلاعات کمک میکنه به شما که درک کنید که این حرفه به چه شکل گرفت و شما به کجا میتونید توی چه قسمتی از این حرفه میتونید فعالیت کنید و چطور میتونید پیشرفت کنید. فراموش نکنید که وقتی یه نفر از شما میپرسه واقعا دیجی چیه، چی کار میکنید، چه کاری انجام میدید، این نیست که من 4 تا آهنگ رو میذارم توی فلشم یا توی لپتاپم یا با دستگاهم اجرا میکنم. اینه که شما تاریخچه این کار رو بدونید و تکنیک های این کار رو بلد باشین و اگر کسی از شما پرسید کامل بتونید یه اطلاعات مفصل و کامل بدید. در غیر این صورت الان همه دیجی هن، چون همه تلفن دارن، همه دسترسی به لپتاپ دارن و همه آهنگای محبوبی که همه دنیا و توی دسترس همه دنیا مردم دنیا هست همه اون رو دارن. پس یک فرقی باید بین دیجی حرفه‌ای و کسی که حرف از این کار میزنه و کسی که به صورت آماتور داره کار رو انجام میده باشه. اگه شما مایل باشین که یه دیجی حرفه‌ای باشین، من مطمئنم که پیگیر این قضیه هستین. خب اولین دیجی توی رادیو رینوبی بود که توی کالیفرنیا تو سال 1909 توی سن 16 سالگی شروع کرد که رکوردهای خودش رو پخش کرد. تو سال این سالها و ارقامی که میگم شما میتونید سرچ کنید توی گوگل هست، تاریخچه کامل هست و من فقط خلاصه نویسی کردم که اتفاقات رو یه مرور کوتاه کنیم و بگیم به چه شکل این حرفه ایجاد شد. تو سال 1930 تا 1950 اتفاقایی که افتاد این بود که 1935 والتر وینچل ببخشید مفسر آمریکایی واژه دیسک جوکی رو ابداع کرد. یعنی این واژه به این معنیه که اپراتور ماشین دیسک جوکی، که این همون مخفف دی جی هست، که این مفسر آمریکایی اینو با توجه به اون فعالیتی که دیجی ها انجام میدادن، چون باید مدام صف وایل اون گراموفون رو تعویض میکردن و اونو عوض میکردن، بر اساس اون انتخاب کرده بود. که اینجاست که ما تعریف دیجی رو میفهمیم که خود کلمه دیجی یعنی دیسک جوکی از این اتفاق برگرفته شده و مخفف دیسک جوکی هستش. این مهمه که بدونید، به نظر من برای من مهمه، چون من این حرفه رو انتخاب کردم که توش حرفه باشم و جلو برم و یه دیجی حرفه باشم، سبک خودم، سبک و سیاق خودم، موسیقی خودم رو ارائه بدم، فستیوال‌های بزرگ اجرا کنم و به صورت حرفه این کارو دارم دنبال میکنم. اگه برای شما مهم هست که قاعدتا گوش میدید و یادداشت میکنید و با اطلاعات کامل و با غرور و با یه افتخار خوب توی این حرفه خودتون رو نشون میدید، نه به عنوان کسی که فقط داره پارتی میکنه و پارتی میگیره. خب میریم ادامه این تاریخچه. شروع کار اولین دیجی دنیا توی سال 1947 تو انگلستان بود که توی استدیو جاز شروع به اجرا کردن کرد و اون شخص هم کسی نبود جز جیمی سیو، ببخشید سیویل، جیمی سیویل، که توی انگلستان توی استدیو جاز شروع کرد به کار. همینطور توی سال 1947 توی کلاب شبانه ویسکی گوگو، این یه کلاب خیلی معروفه که حتی الان برندهایی و لیبل هایی به این اسم
آهنگ می سازن و لیبل هایی به این اسم هست که کار ساخت رو دارن انجام میدن. حتما اینو سرچ کنید، خیلی جای معروفیه توی پاریس فرانسه. بعد که تو سال 1947 توی کلاب شبانه ویسکی گوگو توی پاریس فرانسه اولین دیسکو جهان به صورت رسمی شناخته شد و تأسیس شد. یعنی اولین دیسکو جهان توی سال 1947 باز شد. خب که واژه دیسکو یه واژه فرانسویه که معنی همون کلاب شبانه رو میده. توی دهه ببخشید سال 1960 تا سال 1970 تجهیزات ویژه دیجی مانند اون چیزایی که ما الان میبینیم، اون چیزایی که دستگاهی که الان خیلی دیگه فراگیر شده توی دسترس همه هست، نرم افزارا، سخت افزارا، توی سال 1960 تا 1970 شروع به ظهور توی مارکت ها کرد که وارد بازار شد. و همینطور کلاب های شبانه توی این میان این سال بین دهه 60 تا 70 شروع به رشد کرد. بعد توی سال 1969 فرانسیس گراسو دیجی کلاب آمریکای تکنیک بیت مچینگ رو توی کلاب شبانه نیویورک ابداع کرد. ببینید چه اتفاقی افتاد، یعنی بعد از این همه سال که تکنیک بیت مچینگ رو توی کلاب شبانه نیویورک اینو ابداع کرد. خب بیت مچینگ یکی از پایه‌های تکنیک‌های یادگیری و میکسه. ما داریم وقتی داریم دوتا آهنگ رو با هم میکس میکنیم، میکس یعنی چی؟ میکس یعنی اینکه شما به صورت بیت های اون آهنگ رو با همدیگه مچ میکنید. بیت مچینگ از این میاد که بیت همون ضرب، تمپو و ریتم و سرعت آهنگ گفته میشه بیشتر، و این دوتا رو با هم مچ کنید. دقیقا شبیه این میمونه که دوتا ماشین، اگه ما مثلا دوتا ماشین داریم با سرعت یکسان دارن توی یه جاده حرکت میکنن ولی یکیش یه خورده جلوتره، این دوتا هیچ موقع به همدیگه نمیرسن، هیچ موقع هم از همدیگه سبقت نمیگیرن. ولی اگه شما بخواید کنار هم نگهشون دارید، باید یکیشو یا ببرید جلوتر، یه خورده سرعتشو بیشتر کنه بعد به همون سرعت بیسته، یا اینکه یکیش یه کوچولو سرعتشو کم کنه. بیت مچین دقیقا همینه. وقتی دوتا آهنگ دارن اجرا میشن و تمپوی اونها به یک اندازه هست، که من اینو باز توی یه ویدیو تخصصی راجع به تکنیک های میکس توضیح میدم، این دوتا آهنگ رو باید با هم به بیت مچ کنید، که این اصطلاح از این گرفته میشه. لطفاً اگه نیاز دارین که این ویدیوها رو من جلو ببرم و راجع به قسمت هایی که من میگم و اطلاعات ندارین، حتما کامنت بذارین و بپرسین. و اگه کامنت ها زیاد باشه راجع به هر کدوم از مسئله ها، من حتما برای اون یه ویدیو میذارم. این یادگیری این کار من 7 سال زحمت کشیدم، 7 سال تلاش کردم تا خیلی چیزهایی که توی به من توی آموزشگاه نمیگفتن، خیلی چیزهایی که نمیدونستم خودم یاد گرفتم. پس دوست دارم اینو رایگان در اختیار بذارم باتون. پس لطفاً صادق باشید و به دور از همه حاشیه هر چیزی که هست، حالا من خیلی حرفه‌ای نمیتونم ویدیو بگیرم، ولی اگه دوست داشتین کامنت بذارین و بپرسین و سابسکرایب کنید که من بدونم مشتاق هستین تا من این ویدیوها رو بگیرم بذارم. پس بیت مچینگ خیلی مهمه، یکی از اصولهای تکنیکای میکس کردنه. توی سال 1969 توی آمریکا این ابداع شد. همینطور یه تکنیکی دیگه اسلیپ سوینگ چی شد ابداع شد، که من بعداً این تکنیک ها رو روی دستگاه بهتون نشون میدم و حتما کامنت بذارید اگه نمیدونید هر کلمه‌ای که من میگم و نمیدونید، کامنت بذارید من بهتون توضیح میدم توی کامنت. توی سال 1975 گرند ویزارد دیجی هیپ هاپ به صورت تصادفی تکنیک اسکرچینگ رو ابدا کرد.
خب ببینید، از سال 1969 تا 1975 تقریبا 6 سال طول کشید که بعد از همه این سالها، حالا اولین تکنیک میکس، بعدش اسکرچینگ که همون بیشتر برای دیجی های هیپ هاپ هست، این تکنیک ابداع شد. خیلی طول کشید این، یعنی این برای من خیلی جالبه که این تکنیک ها و این تمام افکس هایی که ما داریم توی دستگاه استفاده می کنیم، تمام این کد نویسی ها، برنامه ها و تمام این ابزاری که ما الان داریم به این سادگی به دست ما نرسیده. و اگه شما این اطلاعات رو داشته باشین خیلی به دردتون میخوره و خیلی واضحتر و شفافتر میشه ذهنتون که چی ها رو یاد بگیرین، چه تکنیکایی رو یاد بگیرین. خیلی بده که یه دیجی هیپ هاپ اسکرچینگ بلد نباشه، یه دیجی عادی ترنزیشن بد انجام بده. یعنی شبیه میمونه که شما راننده اید و گواهینامه گرفتید ولی نه پارک دوبل بلد نیستید بزنید. چجور گواهینامه گرفتید که پارک دوبل بلد نیستید؟ پس تعریف همون دیجی هایی که نمیتونن ترنزیشن انجام بدن، میکس رو درست با قاعده اصولی انجام بدن. بگذریم، توی سال 1980 برای اولین بار موزیک هاوس شروع به شکل گرفتن کرد. موزیک هاوس یکی از پرطرفدارترین موزیکای اون دوره بود و الان هم هست، الان شاخهای خیلی زیادی گرفته. و که بعدش توی سال دهه 90 یا سال 1990 موزیک ترنس به صورت زیرزمینی توی آلمان اجرا شد، بعدش هم توی اروپا و آمریکا به عنوان یه موزیک رقص پدیدار شد، که این اولش به صورت زیرزمینی یعنی غیر قانونی بود، که بعدش بعد از چند سال و بعد از تلاش‌های زیادی که کرده بودن اینو به صورت قانونی در آوردن، که الان خیلی از اینایی که من میگم توی ایران الان معنی شاد نداشته باشه برای دوستانی که هستن و دوستانی که دارن میبینن این ویدیو رو. دلیلش هم اینه که ما اصلا به دور از تمام این چیزا بودیم، و ولی من دارم اینو برای کسی میگم که واقعا خیلی علاقه شدید دارن به این کار، نیازی که بدونید. و در تو اواخر دهه 1990 اولین نرم افزار، یعنی نرم افزار دی جی یا همون و وی جی توسعه یافت. و توی سال 1998 اولین امپتری پلیر تولید شد. ببینید چه روندی رو طی کرده و به کجا رسیده که تو سال 1998 اولین امپتری پلیر تولید شد. خب تا اینجا از نظر من خیلی تاریخچه جالبی داره، چون تقریبا ما یه دهه 100 سالگی از دیجی رو رد کردیم. توی 2000 اولین سراتو اومد، اولین نرم افزار خودش رو به صورت سراتو اسکرچ لایف معرفی کرد، و این اولین نرم افزار سراتو بود که به بازار اومد. حالا من راجع به نرم افزارام ادامه توی ویدیو توضیح میدم که چه نرم افزارهایی داریم و چه سخت افزارها یا همون دستگاه هایی داریم برای این کار. و تو سال 2006 دی جی ها اولین جشن 100 سالگی خودشون رو گرفتن، یعنی 2006 تقریبا شروع این کار برمیگرده به سال 1906 به 1906 آره، که به همون جشن 100 سالگی دی جی رو اگه من اشتباه نکنم و آره 1906 که ریجا فسندنس اولین بار توی رادیو صدا رو پخش کرد. پس برمیگرده به سال 1906 که برای اولین بار توی رادیو صدا پخش شد، موزیک پخش کردن، و از اون سال جشن 100 سالگی دی جی رو میگیرن، که ما یه جشن 100 سالگی رو گرفتیم و تموم شده. الان فکر کنم هولوش 113 سال میگذره، 113
احتمالا یا 114 سال. این یه تاریخچه خیلی کلی راجب دیجی بود، یه کوچولو اطلاعات دقیق دادم. اگه دوست داشتین بیشتر بدونین، اگه دوست داشتین خیلی مفصلتر خیلی بهتر بدونین، حتما سرچ کنید و پیدا میکنید. الان دیگه علم تکنولوژی و گوگل و اینترنت، شما به همه چی دسترسی دارید، همون جور که به این ویدیو دسترسی دارید. و من توی یونان هستم و شما اون سر دنیا توی ایران یا حالا هر جای دنیا که هستید. خب این از تعریف دیجی. پس فهمیدیم که دیجی، کلمه واژه دیجی چیه و از کجا گرفته شده و تاریخچش هم با هم مرور کردیم. حالا فعالیت اصلی که دیجی ها انجام میدن چیه؟ اینا رو باید بدونید که تعریف دیجی چی بود، تاریخچش چی بود. حالا فعالیت اصلیشون اینه که دیجی ها عمل میکس کردن آهنگا رو انجام میدن، ترانزیشن یا با قولن به صورت اجرای عمل میکس ها رو انجام میدن. آهنگ های رو ریمیکس میکنن. ریمیکس کردن یعنی اینکه شما ورژنی از آهنگ رو میگیرید، به صورت دلخواه به اون چیزهایی رو اضافه میکنید، کیک، بیس یا هر چیزی که دوست داریم، و یه ورژن جدید ولی با بیس همون آهنگ قبلی، ملودی همون آهنگ قبلی ارائه میدید به اسم، به اسم و برند خودتون، که به اون میگن ریمیکس کردن. یا به تب بالا به خیلی از دوستان مثلا میپرسن چرا یه ریمیکس یه دیجی خوبه نسبت به آهنگ اورجینال اصلی. اینکه دیجی ها میان ریمیکس، با ریمیکس کردن اون آهنگ رو یا قابل رقص کردن، یعنی اون آهنگ، بعضی از ورژن آهنگا یه ورژن پاپ یا قابل رقص نیست، میان اون رو ریمیکس میکنن و به صورت دنس در میارن. یا اینکه به هر حال اون آهنگ رو با کیفیت بهتر یا زیباتر ارائه میدن با اسم و برند خودشون. و اینکه دیجی ها، بعضی از دیجی ها کار تنظیم و ساخت و موسیقی الکترونیک هم انجام میدن که بهشون میگن دیجی پرودوسر. و خب پس دیجی ها فعالیت اصلیشون چیه؟ اینه که عمل میکس رو انجام میدن. بیشتر ما با این قضیه دیجی رو میشناسیم یا عام شده، ولی در کنارش دوتا حرفه خیلی مهم هست که خیلی متفاوت میکنه دیجی ها رو نسبت به خودشون، بین خود دیجی ها، بین کسایی که فقط کار میکس رو انجام میدن. و ما واژه تکنیکیش اینه که میگن دیجی پلیر، فقط اجرا کننده است. و یه سری دیجی ها هستن که دیجی پرودوسرن، یعنی تنظیم کننده موسیقی الکترونیک هستن، که من خودم هم پرودوسرم هم پلیرم. و یه سری از ریمیکس های ایرانی از محسن یگانه و از آهنگ های جدید انجام دادم ریمیکسشو، و حتما میتونید توی چنل ببینید، نظر بدید، انتقاد کنید، دوست داشتید شیر کنید، استفاده کنید توی پارتیاتون. و اینکه من ویدیوهای راجب ساخت و ریمیکسم یواش یواش دارم میذارم، فقط بنا به درخواست شما. حالا ببینیم به چه شکل این چنل جلو میره. خب فعالیت اصلیشون پس میکس و ریمیکس و تنظیم و ساخت موسیقی الکترونیک بود. حالا کجاها کار میکنن؟ ببین دیجی ها موقع اون موقع شروع کردن، فقط دیدیم که توی تاریخچه فقط توی یک کلاب و رادیو بود، ولی الان اینقدر فراگیر شده این کار که شما میتونید دیجی ها رو توی جشن ها، پارتی ها، توی کلاب ها، توی فستیوال ها، توی شوهای تلویزیون، توی رادیو، مراسم کنفرانس، هر جا که حرفی از موسیقی هست، موسیقی، نه موسیقی لایف، موسیقی که به صورت زنده نواخته بشه، موسیقی که باید اجرا بشه، تقریبا دیجی ها هستن. و اونجا باید نیازی که یه دیجی باشه تا کار میکس و ترانزیشن آهنگا رو انجام بده. خب پس میتونه یه پوینت خوب برای کسایی که به عنوان یه شغل فقط بهش نگاه میکنن باشه، که بتونن توی هر کدوم از این پارت ها بخواد فعالیت انجام بده. و شما باید این اطلاعات رو بدونید تا انتخاب کنید که میخواد چه دیجی بشین و چه سبکی از موسیقی رو دنبال کنید توی این کار. و آیا میخواد دیجی پلیر باشید، آیا میخواد دیجی عروسی باشید. فقط توی حالا ایران من کار عروسی و مجالس هم انجام میدادم. آیا میخواد پرودوسر باشید،
تولید کننده موسیقی باشید، کار ریمیکس رو انجام بدید، میخواید توی دیسکو یا کلاب نایت کلاب کار کنید، همه اینها رو باید بدونید تا اون سبکی از موسیقی که باید انتخاب کنید نسبت به اون، یا اون سبک موسیقی که شما دوست دارید و میخواید به تبع اون کارتون رو انجام بدید، بدونید کدوم یک از این قسمت ها شامل شما میشه و سبکتون رو به دست بیارید. ببینید این خیلی مهمه که سبک داشته باشید تو این کار، چون تمرکز کردن خیلی بهتر از انجام و اجرای همه سبکای موسیقیه. فکر کنم تو ویدیو قبلی اون مثال خیلی جالب رو زدم که یه دکتر متخصص تخصص دقیق روی اون کار خودش داره، ولی یه دکتر عمومی فقط و فقط در حد یه اطلاعات خیلی ریز میتونه از هر قسمت از به قولن اون تخصصاش اطلاعاتش بده. بعد یه دیجی آماتور فقط و فقط میتونه هر آهنگی که ازش میخوان رو اجرا کنه و فقط یه نفر باشی که انگار پشت یه دستگاست و یه دکمه رو میزنه، یه سری آهنگا هم ریخته توی فلشش اونو اجرا میکنه. ولی یه دیجی حرفه‌ای کسیه که سبک و موسیقی خودش، سبک و سلیقه خودش رو اجرا میکنه و توی اون بهترینه، تخصص داره، متخصصه. پس اگه دوست دارین به عنوان شغل و به عنوان حتی شغلم که بخواید بهش نگاه کنید، شما باید حرفه‌ای باشید، باید خوب باشید تا یه حالا پول خوب، دنبال پول خوب هستید، پول خوب به دست بیارید و دنبال استایل خوب توی این کارم هستید، بازم باید خوب باشید. نمیتونید فقط با داشتن 4 تا آهنگ و یه دستگاه دیجی و یه تیپ استایل دیجی بگید من دیجیم. شاید 1-2-3-4-5 پارتی بگیرید، بعدش یه چه جور پیش میره اون دیگه بستگی به شما داره و به چه چیزهایی چه اهدافی دارین، اونم باز به دست بستگی به شما داره که چه اتفاقی میفته. خب این از این. الان میخوایم بریم راجع به قسمت ابزار، که من توی ابزار اینجا توی تصویر براتون توضیح میدم که چه ابزاری داریم تو این حرفه. و اول من اینجا بهتون نشون میدم که آره، البته موقع ابزار رو بهتون توضیح میدم و نشون میدم، تقریبا سبکای دیجی رو هم براتون توضیح میدم الان که به چه شکل هستش. خب همونطور که توی تصویر میبینید ما سه قسمت داریم. یه قسمت بالایی هست که دستگاه سی دی جی ها هستن، که این نرم افزار، این دستگاه ها خیلی گرون قیمت هستن و دستگاهی هستن که توی همه کلاب ها استفاده میشه. خب اول بذارید من کلی بگم که دستگاه دیجی چیه. دستگاه دیجی تشکیل شده از سه قسمته، دو تا دیسک که سمت چپ و راست میبینید توی تصویر قسمت بالا، و یه قسمت میکسر که وسط تصویر میبینید. و چه کاری اینا انجام میدن؟ ببینید کار دیجی ما گفتیم میکس کردنه، یعنی داره دوتا آهنگ رو با همدیگه میکس میکنه، یا همزمان اجرا میکنه، یا از این آهنگ به آهنگ بعدی موسیقی رو منتقل میکنه. پس نیاز هست که ما دو تا دک داشته باشیم، که دک همون دیسکه، همون مخفف دیسک وایل گراموفونه که به دک تغییرش دادن، و دیسک واضح تر که بخوام بگم، من میگم دک. به دو تا نیاز داریم که آنالیز کنه و آپلود بشه موسیقی روی اون. و یه قسمت هم هستش که عمل میکس رو انجام میده، اون قسمت میانی وسطی که بهش میگن میکسر. پس دستگاه، همه دستگاه های دیجی از سه قسمت تشکیل میشن، اینو حتما بنویسید، حتما یادتون نرید. همه دستگاه های دیجی از سه قسمت تشکیل میشن، دو تا دک، دو قسمت، دو تا، یه دک سمت چپ، دک سمت راست، دیسک سمت چپ، دیسک سمت راست، و قسمت میکسر که عمل میکس کردن و میکسر انجام میده، و عمل آنالیز آهنگ، عمل نشون دادن تمپو و عمل اجرای آهنگ رو دیسک ها انجام میدن. توی قسمت بالایی این مدل از دستگاه های سی دی جی هست
که خودشون نرم افزار این کار رو دارن، یعنی نرم افزار توی خود دستگاه تعبیه شده، کیفیت و قدرت خیلی بالایی دارن که الان من بهتون توضیح میدم، نشون میدم یکی از دستگاه رو و یه سی دی جی. بله اینجا توی تصویر میبینید که سی دی جی پایونر 900 هست این دستگاه و شما دو تا دک سمت چپ و سمت راست میبینید. نسخه میکنم. خب دک سمت چپ و راست میشه موزیک سمت چپ و موزیک سمت راست که شما دارید همزمان با میکسر وسطی اون رو دارید با هم میکس میکنید. بازم نسخه میکنم. شما اگه نیاز داشتید من بعدا باز توی ویدیو بیشتر راجع به خود این دستگاه توضیح میدم. پس سی دی جی ها خودشون حاوی نرم افزار هستن و میکسر از سه قسمت تشکیل شدن، میکسر میانی و دو تا دک سمت چپ و راست، که میکسر فراموش نکنید مهمه، میکسر عمل میکس رو انجام میده و دک ها فقط آنالیز آهنگ. حالا یه سری آپشن های دیگه هم داره که من بعدا توضیح میدم. خب برگردیم باز به قسمت دوم که این آره اینو من فراموش کردم که بگم این دستگاه بیشتر برای کسایی که پلیرن، یعنی اجرا کننده هستن توی نایت کلابا، توی دیسکو، این دستگاه خیلی استفاده زیادی داره و یه خوردم گرون قیمت هست. الان اینجا 12000 یورو تقریبا، حالا توی ایران باز ارزون تر فکر کنم. و این دستگاه ها بیشتر برای دیجی های پلیر استفاده میکنن از این دستگاه ها و خیلی فوق العاده است، شبیه پورش و فراری میمونه، شبیه برای من شبیه رول رویزه. یعنی داشتن این دستگاه، یعنی بعضی وقت تو خواب میبینم واقعا این دستگاه رو که دوست دارم باش اجرا کنم. قبلا اجرا کردم ولی یکی رو داشته باشی برای خودت توی استودیوی خونگی خودت هر روز باش تمرین کنی اجرا کنی، حس فوق العاده داره، ولی متاسفانه خیلی گرونه و الان دسترسی این کارو ندارم. و حتما چک کنید ویدیوهایی از این رو چک کنید. و خب بریم سراغ قسمت دومی. فکر کنم یه کامل، من نه کامل ولی کلی توضیح دادم تقریبا راجع به این. خب قسمت دومی که میبینید از این توی این تصویر از بالا به سمت پایین، ردیف دوم، اینو بهشون میگن دستگاه های ترنو تیبل، که دستگاه های ترنو تیبل همون جور که میبینید سمت چپ و راست شبیه همون صفحه گرامافون یا همون دستگاه اولیه گرامافون هست که چرا حالا بهش میگن ترنو تیبل. اینجا توی تصویر میبینید این یه دستگاه ترنو تیبله. خب اگه فراموش نکرده باشید بهتون گفتم که شروع این کار به وسیله این دستگاه بود، با همون گرامافون و سیلندر گرامافون و دستگاه های گرامافون بود که شروع کردن اجرا و پخش موسیقی رو با اونها انجام دادن. و چرا حالا این ترنو تیبل ها، این دستگاه هنوز وجود داره؟ این دستگاه برای دی جی هایی است که بیشتر توی استایل هیپ هاپ دارن کار میکنن و توی هیپ هاپ بیشترین تکنیکی که استفاده میشه اسکرچینگه. اسکرچینگ هم که عمل همون لمس دیسک میشه و یه سری تکنیک های فوق العاده عالی که با اون انجام میدن و نیاز به تمرین خوب و تمرین زیاد داره و اون نیاز هست که قسمت دیسک خورده بزرگتر باشه تا بهتر بشه رو اون کنترل انجام داد. و باز فراموش نکنید هر دستگاه دی جی، هر دستگاه دی جی از سه قسمت تقریبا تشکیل میشه، به جز حالا بعضی وقت ترنو تیبل ها فقط با یه ترنو تیبل و با یه دونه دیسک دارن کار میکنن. حالا این قسمت سمت چپ و راست رو بهش میگن ترنو تیبل، ولی قسمت میانی همون میکسره و هیچ فرق نکرده، اسمش همون میکسره ولی کار میکس رو باز انجام میده اینجا.
حالا این دستگاه ترنوتیبل به خاطر این بزرگ هستن که بتونن باش بهتر عمل میکس رو انجام بدن، و این دستگاه بیشتر کاربردش برای دی جی های هیپ هاپ یا بهشون میگن سبک ترنوتیبل هم بهشون میگن، که توی آمریکا فوق العاده طرفدار زیاد داره، توی خیلی از حالا قسمت های اروپا طرفدار زیاد داره، و مهمه که دیجی ترنوتیبل اسکرچینگ بلد باشه. دیجی که هیپ هاپ سبک هیپ هاپ رو انتخاب میکنه این دستگاه رو بخره و با این دستگاه بیشتر کار کنه، تمرکز کنه، با این دستگاه بیشتر تمرین کنه و یاد بگیره. خب من دیشب یه پارتی بودم، هیپ هاپ بود و دیجی که داشت اجرا میکرد با لپتاپ فقط داشت از این آهنگ به اون آهنگ میپرید. بعد خب فرقی که بین یه دیجی حرفه‌ای یا یه دیجی خوب، من الان دارم انتقاد میکنم، انتقادم به این خاطره که فرقی که بین یه دیجی حرفه‌ای و یه دیجی که آماتوره و داره فقط یه پولی در میاره اینه که اون دیجی حرفه میره تمرین میکنه، میره اگه دیجی هیپ هاپ هستید، اگه میخواد دیجی هیپ هاپ باشید باید تمرین کنید، باید اسکرچینگ، حداقل اسکرچینگ رو باید بلد باشید که بتونید تکنیک اسکرچ رو یاد بگیرید. تمرین فقط میخواد، فقط هیچ سخت نیست، فقط تمرین میخواد. بعد من توی پارتی بودم، این فرق رو ایجاد میکنه یه دیجی خوب که متوجه میشید کسی پشت دستگاه هست، یه نفر اونجا هست که داره اجرا میکنه، یه مجری پشت اون دستگاه هست، ولی تقریبا شبیه میموند که یکی از پادکست های حالا رادیو جوان شما گذاشته باشیم و یه پارتی هم باشه، هیچ احساسی نباشه که کسی پشت اون دستگاه است و داره اونجا اجرا میکنه. پس این برای دیجی های هیپ هاپ و دیجی های ترنو تیبل استفاده میشه این دستگاه، باز میکسر و دوتا دیسک سمت چپ و راست داریم که همون ترنو تیبل هم بهش میگن. خب بریم قسمت با سوم که قسمت ردیف آخری میبینید. این دستگاه رو بهشون میگن کنترولر، دستگاه های کنترولر، و من الان توی تصویر بهتون نشون میدم که اینجاست کنترولر نیومارک MT Pro 3. دستگاه های کنترولر دستگاه هایی هستن که کمپانی اومدن دیدن که اگه بخوان اون دستگاه با اون همه هزینه و اون قیمت زیاد مشتری زیادی نداره و خیلی ها مشتاق هستن که این کارو یاد بگیرن، و به طب به هر حال کمپانی شروع کردن دستگاه خیلی ارزون قیمت تر و با ابعاد خیلی کوچیک‌تر رو تولید کردن که حالا بهشون بیشتر میان دستگاه دیجی های کنترولر، دستگاه کنترولر، که من خودم از این دستگاه استفاده میکنم، نیومارک MT Pro 3، و برندهای زیادی داریم اصلا کلن توی تولید دستگاه ما برندهای زیادی داریم که پایونر هست، نیومارک هست، سراتو هست، تراکتور هست، از برندهای خیلی معروفه که الان یکی از برندهایی که تازه اومده دنون هست. این 5 تا برند معروفه که هم نرم افزار تولید میکنن هم سخت افزار دی جی. حالا فرقی که بین کنترلر ها و باز این دستگاه کنترلر هم بیشتر برای دی جی هایی که پلیر هستن و دی جی هایی که اجرا کننده هستن، نه دی جی های اسکرچ، دی جی هایی که توی سبک پاپ هستن، اینم برای اونها بیشتر کاربرد داره و بیشتر اونها انتخاب میکنن این دستگاه. بازم میبینید که ما دو تا دیسک داریم، سمت چپ و راست صفحه دیسکمون هست و قسمت میانی میکسر هست که اینجا دیگه کامل یه تیکه هست با دستگاه، و حالا یه سری آپشن ها هست که من این دستگاه توی یکی از ویدیوهات کامل توضیح دادم، تمام آپشن هایی که داره توی یکی از ویدیوها توضیح دادم، حتما توی چنل سرچ کنید آموزش کار با دستگاه کنترلر نیومارک MT Pro 3 هست، من لینکش هم زیر همین ویدیو میذارم براتون.
حتما چک کنید که چطوری با تمام قسمت های این دستگاه میشه کار کرد. ولی کلا دستگاه های کنترلر، این یه نمونه از اونا بود. خیلی زیاد داریم دستگاه کنترلر که شما میتونید به تب با قیمت خیلی پایین تر، الان فکر کنم 1 میلیون، این الان 200-300 یورو اینجا، ولی توی ایران از 1 میلیون شما میتونید این دستگاه رو بخرید. ولی مثلا 1 میلیون به بالا شما میتونید این دستگاه رو پیدا کنید و بخرید. ولی دستگاه سی دی جی فوق العاده گرونه، حتی فکر کنم از 5 میلیون به بالا شما دک باید دیسکاش هم جدا بگیرین، دکا رو جدا بگیرین که اون دیگه بستگی به شما داره. ولی ست کاملش فکر کنم حدود 15-16 میلیون، اطلاعات دقیق ندارم، قیمت دقیق نمیدونم، فقط دارم میگم این حدود بود. بعد اینها ارزون تره و به طب اگه دوست داشتین برای شروع دستگاهی بخرین که حتما باید بخرین اگه میخواین حرفه شروع کنید، برای من مسیج بذارید، کامنت بذارید تا من کامل چند تا از دستگاه های رو بهتون معرفی کنم که میتونید برای شروع کار، برای ابتدا یادگیری برید اونا رو بخرید با یه هزینه خیلی پایین. یکی از تفاوت‌های دیگه که کنترلر داره اینه که این دستگاه نرم افزارشون رو ندارن، یعنی توی سخت افزار نیست. شما نیاز به یک دستگاه دارین که اون نرم افزار رو اجرا کنه، یه دستگاه خارجی دارین که لپتاپ استفاده میشه یا حالا تبلت توی یک بعضی از کنترلرها، که شما هر موقع دیدین دیجی کنارش یه لپتاپ و یه دستگاه است، اون دستگاه توی از دستگاه های کنترلر است و نیاز به نرم افزار خارجی دارن و نرم افزارشون توی خود دستگاه نیست. البته بعضی از کنترلرها الان دیگه تولید شدن که با نرم افزار و یه مانیتور کوچیک هم هستن که میتونید استفاده کنید، ولی به تبع بهشون میگن کنترلر. بعد یه سری آپشن ها هم داره که شما میتونید ریمیکس های لایو انجام بدید ولی توی سی دی جی پلیر نمیتونید این کار انجام بدید. یه سری قسمت های آپشن های بیشتر توی دسترسی به اون داره، حتی بعضی هاشون هست که شما میتونید بیت اضافه کنید به آهنگ و خیلی کار رو انجام بدید که توی سی دی جی ها نیست. و این که دیگه موضوع آخری که بخوام راجع به کنترلر ها بگم اینه که حجمشون خیلی کوچیکه و جابجاییشون خیلی راحت تر از سی دی جی هستن، حتی ترنو تیبل ها هم هستن و همین. خب تقریبا آره دستگاه رو من، حالا دستگاه های دیگه که به عنوان پد و سمپل پد و این چیزا هست که دیگه خیلی زیاد هست، ولی من سه قسمت کلی که سه قسمت دیجی کنترلر ها بود، سی دی جی ها بود، ببخشید، ترنو تیبل ها بود و کنترلر ها بود رو براتون توضیح دادم که به تب به سبکی که شما میخواید، حالا سبک موسیقی که دوست دارید، اگه EDM، الکترو هاوس، دنس، پاپ، این چیزا دوست دارید، شما باید حالا توانایی خرید داشته باشید، سی دی جی بخرید یا با سی دی جی باید یاد بگیرید کار کنید، حالا نباید بخرید ولی باید یاد بگیرید کار کنید، چون موقع رفتید برای اجرا شما باید با این دستگاه توی کلاب کار کنید، اگه توی کلاب میخواید کار کنید قطعاتشو بلد باشید، همه کارایاشو بلد باشید، حالا میخواید برید کلاس خصوصی بگیرید باید با این بهتون آموزش بدن، یا کنترلرها که کنترلرها به تبع ارزونتر قابل دسترس هستن و توی خونه و همه جا و شما میتونید استفاده کنید و خریدارش خیلی به صرفه تره. و ترنو تیبل هم که برای دیجی های هیپ هاپ و بیشتر اسکرچینگ و این استایل دیجی ها استفاده میکنن و آره دیگه همین. آره و ببخشید من فراموش کردم یه لحظه دیگه. حالا قسمت های دیگه که ما سمپل پد داریم، خیلی دستگاه دیگه داریم، اونا بماند خیلی کلیه، یعنی من بخوام کامل توضیح بدم کامل توی یه ویدیو نمیشه. و شما هر کدوم از اینها، هر کدوم از این دستگاه رو که دوست داشتید، سی دی جی یا ترنو تیبل
دستگاه ترنو تیبل یا کنترلر رو، هر کدوم از اینها رو که دوست داشتید من توضیح بدم راجبش ویدیو کامل بسازم، که البته یکی از دستگاه همون نیومارک پرو 3 رو من کامل توضیح دادم، این دستگاه رو ویدیوش رو گرفتم و توی کانال هست. هر کدوم از این دستگاه رو که دوست داشتین برای من کامنت بذارید، هر کدومش که کامنت بیشتری گرفت و بیشتر نیاز بود که حالا درخواست کننده بیشتری داشت، من ویدیویی از اون درست میکنم و کامل اون دستگاه رو با همدیگه بررسی میکنیم، کارایی‌هاش، آپشن‌هاش، میکسرش، افیکس‌هاش و تمام تجهیزات، آنالیزورش، سخت افزارش، نرم افزارش، همه اینا رو با همدیگه بررسی میکنیم و بهتون توضیح میدم. حالا اگه فقط توی کامنت بذارید که من بدونم کدومشو، هر کدوم که مسیج بیشتر، کامنتی بیشتری گرفت، من ویدیو بسازم براش. و حالا میریم قسمت سخت افزارها رو با هم دیگه مرور کردیم، میریم قسمت نرم افزارها، که توی قسمت نرم افزارها اولی نرم افزار قاعدتا باید براتون آشنا بشه که ویرچوال دیجی است، که من خودم با این نرم افزار شروع کردم. نرم افزارها، ببینید الان فرق بین نرم افزارها، حالا نرم افزارها چه کاری انجام میدن، سخت افزارها چه کاری انجام میدن. قاعدتا باید بدونید کامپیوتر به چه شکل کار میکنه. کامپیوتر یه سری سخت افزار داره که کیبورد، ماوس، این به هر حال مانیتور، این چیزایی که به صورت سخت افزار هستن، قابل لمس هستن. اینا شما هر موقع که با اینها دارید کار میکنید، ماوس رو جابجا میکنید، کلیک میکنید، این باید به صورت یه سری کد نویسی شده به نرم افزار داده بشه و اون نرم افزار این عمل کدینگ رو انجام بده و اون خروجی رو به شما بده. حالا نرم افزار و سخت افزار هم همینه، شبیه این میمونه که شما کنترل تلویزیون رو میگیرید از دور و تلویزیون رو روشن میکنید، همونطور که میتونید برید جلو هم با دکمه اصلی اون این کار رو انجام بدید. دستگاه های دیجی این کار رو انجام میدن که سخت افزارها به صورت حقیقی یا به صورت واقعی شما میتونید لمس کنید تمام آپشن ها رو، فیدر صدا، فیدر تمپو، نمیدونم فیدر میکسر، تمام اینها رو میتونید لمس کنید و با اون کار کنید و اون نرم اون سخت افزار رو موقع شما دارید ازش استفاده میکنید، اون یک کد میفرسته به نرم افزار که اون نرم افزار هست که در حقیقت روی موزیک اون کار رو انجام میده. چون موزیک حالا توی قسمت سالهای قبل، اون موقع که از سی دی استفاده میکردن، اون موقع یه سری از حالا دستگاه به صورت سخت افزاری بود که اون سی دی رو روی خود سی دی به صورت فیزیکی تأثیر میذاشتن، ولی توی دستگاه های امروزه اینجوریه که شما وقتی دارید با اون سخت افزار کار میکنید، اصلا عمل میکسی که انجام میشه این به صورت کدینگ و نرم افزاریه که خروجی پیدا میکنه، نه به صورت سخت افزاری. شما اون سخت افزار فقط برای دسترسی شماست، شبیه کنترل تلویزیون میمونه که شما دارید باش کار میکنید. این مهمه که بدونید که دارید چی کار میکنید، این خیلی مهمه، به خاطر من کامل دارم توضیح میدم بهتون. خب حالا با این قضايا، پس ما اگه نرم افزار رو داشته باشیم میتونیم باز اون عمل میکس رو انجام بدیم، فقط باید تمام اون کارهایی که میکردیم و کدینگ ها و اونایی که به صورت فیزیکی ما داشتیم لمس میکردیم و فیدر و کار میکس رو انجام میدیم، باید توی نرم افزار حالا با کلیک انجام بدیم یا توی تبلت یا توی گوشی به صورت لمسی این کار رو انجام بدیم و عمل میکسمون انجام بدیم. اولین سخت افزار که نه ببخشید نرم افزار ویرچوال دیجی هست که باش آشنایی دارید، حالا قسمت باز فراموش نکنید، اینو من چندین بار تاکید کردم، بازم تاکید میکنم بدونید، هر دستگاه دیجی، نرم افزار دیجی از سه قسمت تشکیل شده، دوتا
دیسک و یه میکسر. الان شما قسمت سمت چپ و راست رو که میبینید دیسک سمت چپ، دیسک سمت راست A و B همون رنگ به رنگ آبی و رنگ قرمز میبینید، و قسمت وسط که به صورت فیدر حالت کشویی هست اونم میکسره این نرم افزاره که شما میتونید تمام اون کار اجرا، دکمه پلی، دکمه حالا تمپو، میزان ریتم، حالا تمام آپشن هایی که روی تقریبا اکثر سخت افزارها هست و دستگاه دیجی هست رو اینجا ببینید و میتونید با کلیک کردن و این کارا از اون استفاده کنید. خود من با ویرچوال دیجی شروع کردم. ویرچوال دیجی خیلی کلی بگم برای استارت خوبه برای کسایی که دستگاه ندارن، ولی ویرچوال دیجی یه نرم افزار آماتوره، یه نرم افزاریه که آماتوره و تمام اون اطلاعاتی که اگه بخواین حرفه‌ای، من دارم با کسایی که صحبت میکنم که میخوان حرفه‌ای کار کنن، ولی کسایی که بخوان فقط یاد بگیرن یا بخوان فعلا به صورت آماتور جلو بیان، ویرچوال دیجی عالیه، عالیه، فوق العاده است برای اونا. ولی کسایی که میخوان حرفه‌ای تر کار کنن و یه کوچولو هدفگیریشون متفاوت تره، باید یه سخت افزار دیگه، یه نرم افزار دیگه من بهشون معرفی میکنم که عالیه. حالا توی نرم افزار شما میبینید که اون قسمت بالایی آنالیز تصویری اون موج صدا رو کامل نشون میده که همون رنج صدایی رو کامل نشون میده. بعد یه قسمت پایین پلیلیست داره که شما موزیکای دیگه اتون رو میتونید ببینید. و بریم نرم افزار بعدی رو با هم دیگه مرور کنیم که ویرچوال دی جی تقریبا من نمیدونم، فکر کنم دستگاه داره یه چند تا واقعا راجب این اطلاعات ندارم که دستگاهی تولید میکنه این کمپانی یا نه، ولی تا الان ندیدم و سرچ هم نکردم، عذرخواهی میکنم راجب این، ولی سرچ هم نکردم. حالا بریم قسمت نرم افزار بعدی. نرم افزار بعدی تراکتور هست که تراکتور نرم افزار فوق العاده قویه، فوق العاده حرفه‌ایه و خود من از تراکتور استفاده میکنم، فوق العاده عالیه و شرکت نویگیشن داره ساپورت میکنه این نرم افزار و همینطور با برند تراکتور خیلی دستگاه زیادی خود تولید میکنه این کمپانی. بازم دو قسمت میبینید که قسمت A و B، دک A هست و دک سمت راست که B هست رو میبینید که دو تا آهنگ داره با هم میکس میشه. یادتون نره دی جی داره دو تا آهنگ رو میکس میکنه و باید میکسش هم به صورت استاندارد باشه، حداقل یاد بگیره تکنیک های میکس رو یاد بگیره که یه تفاوت ایجاد بشه بین یوتیوب و تلفن همراه که دارن آهنگ رو جابجا میکنن با کسی که داره دی جی میکنه. پس این قسمت A و B هست و قسمت میانی هم که همون میکسر هست. نرم افزار تراکتور فوق العاده دقیقه. خب ما گفتیم که عمل میکس کردن یا عمل اتفاقی که توی دستگاه دیجی و نرم افزار دیجی میفته اینه که سخت افزار رو ما بهش فرمان میدیم به صورت فیزیکی و اون سخت افزار به نرم افزار فرمان میده. نرم افزار دیجی خب تفاوتی که بین نرم افزار هست همون کد نویسی، اون بر اساس کد نویسی هایی که شدن و بر اساس دقت اونها توی میکس و تمام اون چیزهایی که هست و آپشن هایی که دارن. آپشن های افکسی نرم افزار تراکتور فوق العاده عالیه. بعد فضای خیلی جالب و خوبی داره برای من خیلی، حالا نسبت به ویرچوال شما چون اگه کار نکردین، اگه تا الان شروع نکردین، ویرچوال شبیه دستگاه دیجی، ولی تراکتور یه کوچولو دقیق تره، یه کوچولو خیلی دقیق تره از یه کوچولو بیشتر. و راجب آنالیز، راجب زمانی که شما دارید موزیک رو آپلود میکنید روی یک از دک ها، سرعت خیلی مهمه و اینکه نرم افزار تراکتور خیلی سرعت بالاتری داره و بهتری داره توی آنالیز تصویری همون موج صدا، فوق العاده دقیقه که شما میتونید حتی یکی از آپشناش اینه که
شما وقتی انتخاب کنید رنگ موج اون آنالیز تصویری یا فیزیکی موج رو انتخاب کنید، اون قسمت درام، قسمت وکال، قسمت ها رو به صورت رنگ های مختلف نشون میده که شما میتونید به صورت تصویری ببینید که چه کجای آهنگ چه اتفاقی میفته و کجا وکال داره، کجا تقریبا وکال نداره و اینو ببینید. این یکی از آپشن های خیلی فوق العاده شه. حالا در کنارش پلیلیست خیلی خوبی داره که شما میتونید سریعتر سرچ کنید توی پلیلیست. لوپ افکس های عالی داره و رنج تمپوی فوق‌العاده خوبی داره که دقیق هست. و این که چیزی دیگه که بخوام راجعش بگم این که رکورد داره، حالا همون نرم افزار ویرچوال هم رکورد داره که شما میتونید باش رکورد کنید عمل میکس خودتون رو. و اطلاعات دیگه که بخوام بدم، آره این چندین پله از ویرچوال خیلی بالاتر این نرم افزار. نه حالا تراکتور هم که گفتم خودش در تولید میکنه یه سری دستگاه های دیجی که با برند تراکتور هست. بعد خب بریم حالا نرم افزار بعدی رو که با هم دیگه ببینیم. این نرم افزار، نرم افزار سراتوه. نرم افزار سراتو بیشتر برای توی سطح تراکتوره و بیشتر برای دستگاه ترنوتیبل کلن ساخته شده و کد نویسی شده، یعنی اون کد نویسی ها و تمام اون تنظیمات و اون چیزهایی که روی نرم افزار اومده و افیکس هایی که میاد بیشتر کاربردش نزدیکتر به دیجای ترنوتیبل و دستگاه های ترنوتیبل و کسایی که میخوان با به سبک و سلیقه ترنوتیبل جلو برن اسکرچ کنن. این کد نویسیش دقیق تر شده، بعد سرعتش و تنظیماتش و اون افیکس هاش کامل به اون سبک نزدیکه، ولی تراکتور بیشتر به کارایش و کدنویسیش و اون عمل اجرایش بیشتر نزدیکه به دیجای پلیر. میزان زمان آنالیز آهنگ، وقتی که حالا آهنگ رو میخواد آنالیز کنه، حالا اگه این چیزها رو متوجه نمیشید فقط پیگیری کنید ویدیوها رو که من به تب با ویدیوهای بعدی که آپلود میکنم، یا سوالی دارید حتما بپرسید توی کامنت، با ویدیوهایی که آپلود میکنم کامل اینا رو شما باید بدونید که اصلا این مباحثی که من دارم میگم چیه و به چه درد شما میخوره و چه جوری میتونه به شما کمک کنه. اینو تو ویدیوهای بعدی بیشتر متوجه میشیم. پس حالا فعلا از هر قسمتی که متوجه نشدید یا سوال بپرسید یا ساب کنید تا من تو ویدیوهای بعدی بیشتر راجع بهش صحبت کنم. باز اینجا میبینید دو تا دک سمت چپ سمت راست داریم و یه قسمت میانی که نشون دهنده همه آنالیز صدا است. حالا میکسر هم حالا تو این عکس آپشن میکسرش رو بالا نیومده، هم به خاطر اینکه میکسر ترنوتیبل بیشتر حالا فیزیکی روی میگم نرم افزار بیشتر باش کار نمیکنه. اگه شما میخواید با لپتاپ استفاده کنید و بدون دستگاه ندارید ویرچوال، اگه لپتاپ دارید دستگاه ندارید ویرچوال، نرم افزار دیگه رو اصلا دانلود نکنید استفاده نکنید چون فوق العاده سخت میشه. ویرچوال با لپتاپ فوق العاده عالی کار میکنه، فقط با لپتاپ. و اینکه حالا نرم افزار دیگه هم بعدی که داریم، خب این نرم افزار هم که گفتیم برای ترنوتیبل. نرم افزار آخری که میخوام تو بگم رکورد باکس هستش. نرم افزار رکورد باکس فوق العاده قویه، بیشتر روی سی دی جی ها هم کامل نصب شده، سی دی جی ها بیشتر استفاده میکنن از این نرم افزار. و همینطور رکورد باکس خودش یه سری دستگاه تولید میکنه، دستگاه رکورد باکس که توی چند سال اخیر شروع به تولید دستگاه کرده، اونم باز دقتش و میزان اون کد نویسیش و تمام افیکس هایی که داره نزدیک به عمل اجرایی همون سی دی جی ها. بعد رکورد باکس فوق العاده قویه، باز من دوستش دارم چون خودم دی جی پلیرم و بیشتر سبک فستیوال، سبک اجرایی رو جلو میرم باش.
و اینا اون چیزایی که نیاز دارن رو به من میدن، یعنی اون سرعت آنالیز آهنگ، سریع بودن و یه سری آپشن هایی که میتونم به صورت فیزیکی به چشم ببینم و یه سری آپشن های افیکس و یه سری از افیکس هایی که خیلی کاربرد داره توی عمل اجرایی رو این نرم افزار ها اون دسترسیش رو به ما میدن. همینطور رکورد باکس دو تا ورژن داره، این که یکی از ورژنش این الان فکر کنم ورژن آنالیز، آره این ورژن آنالیزشه شما، که شما قبل از اینکه بخواید فلشتون رو وارد دستگاه کنید با این ورژن تمام آهنگا و پلیلیستاتون رو آنالیز میکنید و اون نرم افزار اصلی سر رکورد باکس هم روی خود دستگاه تعبیه شده از قبل. خب اینم از 4 تا نرم افزاری که توضیح دادم راجبش و صحبت کردیم. ببینید دوستان، هر کدوم از این نرم افزارا، حالا توی باز کامنت یکی راجب دستگاه ها که اینکه کدوم یکی از دستگاه رو میخواید برای ویدیو بعدی، یکی از دستگاهی که حالا خودتون یا دستگاه رو دارید یا اینکه دستگاه، حالا چه کنترلر، چه ترنو تیبل و چه پلیر، سی دی جی پلیر. البته من ترنو تیبل رو توصیه نمی کنم چون خودم دی جی پلیرم و سبک هیپ هاپ رو خیلی کم کار میکنم و آشنایی زیاد با ترنو تیبل ندارم، ولی باز چون انگلیسی متوجه میشم میتونم کامل اطلاعات کامل بهتون بدم. ولی توی قسمت کنترلر و سی دی جی ها هر سوالی داشتین، یه دستگاهی که مد نظرتون بود یا دستگاهی میخواستین دوست دارین راجبش بیشتر اطلاعات داشته باشین، کامنت بذارین اسم دستگاه رو که من یک ویدیو براش بسازم و هر چقدر که کامنت بیشتر بذارین، منظورم ببخشید، هر دستگاهی که کامنت بیشتری رو بگیره من راجب اون ویدیو میسازم. و همینطور برای نرم افزارا، هر نرم افزاری که دوست دارین که من راجبش کامل توی یه ویدیو توضیح بدم، قسمتاشو معرفی کنم، توی کامنت باز بذارید. و اینکه من دوست دارم این اطلاعات رو با شما دارم در میون بذارم چون دوست دارم تمام تجربه‌ای که دارم رو به بقیه بدم، چون به من ندادن، من خودم تلاش کردم، خودم به سختی یاد گرفتم. و اینکه دوست دارم این حرفه خیلی خوب باشه توی کشور ما که الان خیلی حاشیه زیاد داره، خیلی داستان داره. حالا ما کلاب نداریم، ما دیسکو نداریم، ما جایی نداریم که فستیوال اجرایی نداریم که حالا من توقع داشته باشم از شما اینا رو بدونید، ولی من همون ایرانم که بودم توی یوتیوب توی خیلی از ویدیوها فقط پیگیر میکردم و خیلی چیزها رو به صورت حالا چشمی یاد گرفتم. و اینکه شما الان ما توی عصری زندگی میکنیم که میتونید سرچ کنید همه جای دنیا و سرچ کنید توی اینترنت و یاد بگیرید. یادگیری مهمترین چیزه. اگه میخواید دیجی بشید اول باید این اطلاعات رو کامل بدونید، اطلاع داشته باشید، بشینید بیشتر سرچ کنید، ویدیو رو چند بار ببینید، سوالی داشتید بیشتر بپرسید، با من در تماس باشید. هر موقع هر لحظه سوالی داشته باشید میتونید به اینستاگرام من، همینطور اگه به من پیام دادید من تلگراممو براتون میذارم و حتی اینجا توی کامنت بذارید، من با شما در تماس هستم. هر سوالی راجب مشکلی راجب دستگاهتون بود، راجب آپلود نرم افزارتون بود، راجب هر مشکلی که داشتین میتونید با من به صورت مستقیم در تماس باشید و من خوشحال میشم که بتونم این اطلاعاتی که دارم بهتون بدم. و شما هم اگه اطلاعاتی دارید که به درد من بخوره، من حتما خوشحال میشم که این اطلاعات رو از شما بگیرم. خب فکر کنم این ویدیو تا همینجا کافی باشه. ما تقریبا یه به صورت کلی این چیزا رو توضیح دادیم که تعریف دیجی رو تعریف کردیم که دیجی کیه و چجوری اصلا این واژه دیجی چیه، تاریخش چی بود، فعالیت کاری که دیجی ها انجام میدن چیه و ابزار کاری که کجا کار میکنم و ابزار کاریشون چیه. این مهمه که اینا رو بدونید و بعد انتخاب کنید چه دیجی میخواید بشید. و اینکه اینو برای کسایی که
حتی هیچ اطلاعاتی راجع به این کار ندارن. اینو بگم که حالا خیلی از این ویدیو شاید براتون جای سوال زیاد داشته باشه، باز با من در تماس باشید، باز به من پیام بدید تا من به صورت جداگونه، حالا یا وایس یا به صورت مستقیم تماسی، من میتونم با شما تماس بگیرم و راجبش مفصل صحبت کنیم. ولی این اطلاعات رو شما داشته باشید که دستگاه رو بشناسید. و همینطور من یه ویدیو میسازم راجع به سبک های موسیقی که ما چه سبک های موسیقی داریم. ما الان نزدیک به 70 سبک موسیقی توی فقط موسیقی الکترونیک داریم. اصلا موسیقی الکترونیک چیه؟ من یه سری کتاب هست راجع به موسیقی الکترونیک، اونا رو هم بهتون معرفی خواهم کرد. و فراموش نکنید دنبال کنید این چنل رو و اطلاعات یاد بگیرید. این یادگیری باعث میشه شما بهتر و بهتر، حرفه‌تر و حرفه‌تر بشید. اگه دنبال حالا میخواید پول در بیارید تو این کار، بیشتر و بیشتر پول در بیارید، چون هر چقدر حرفه‌تر بشید قاعدتا به شما هزینه بیشتری پرداخت میشه. اگه هم هدف خیلی بزرگی تو این کار دارید که من دارم، فقط برید جلو، فقط مطالعه کنید، یاد بگیرید، تکنیک یاد بگیرید، فستیوالا رو چک کنید و اینکه اطلاعاتتون رو بیشتر بالا ببرید. تمرین 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 کنید حتما هر تکنیکی رو که یاد میگیرید. خب من توی یه ویدیو دیگه راجع به سبک‌های موسیقی صحبت میکنم که شما به تپ سبک موسیقی که انتخاب میکنید و دوست دارید، باید یه سری از دستگاه‌ها کار باشون رو یاد بگیرید. اگه هیپ هاپ رو دوست دارید، شما باید کار با دستگاه ترنوتیبل رو یاد بگیرید. اگه کار EDM رو دوست دارید، باید چه دستگاهی رو یاد بگیرید؟ یا کار کردن باشو بلد باشید؟ یا چه دستگاهی رو بخرید؟ آره، به تپ کنترلر و سی دی جی ها رو باید کار کردن باشو بلد باشید. یا اینکه دوست دارید خریداری کنید، باید توی کنترلر ها این کار رو انجام بدید. خب فکر کنم این ویدیو کافی باشه تا همین جا و من یه عذرخواهی خیلی جداگونه میکنم به خاطر اینکه این ویدیو دوم خیلی طول کشید و فاصله زیادی بینش افتاد، ولی من قول داده بودم که ویدیو با کیفیت بهتری باشه و دوست داشتم واقعا با کیفیت بهتری ارائه بدم ویدیو رو که بتونید استفاده کنید. تو ویدیو قبلی آره من یه کوچولو کیفیت پایین بود و مشکل داشتم، ولی الان دیگه تقریبا یه سری ابزار گرفتم که راحت تر میتونم باهاتون صحبت کنم و بهتر میتونم بهتون اطلاعاتمو ارائه بدم. و لطفاً با من در تماس باشید، کامنت بذارید، چنل رو سابسکرایب کنید و هر مشکلی که دارید میتونید مستقیم الان دوستان به من پیام میدن و میتونید به من پیام بدید، سوال بپرسید، هر جور و هر مشکلی و هر سوالی داشتید من مستقیم میتونم باهاتون در تماس باشم و بهتون کمک کنم. خیلی خوشحالم که پیگیری میکنید، بعضی از دوستان پیام میدن و من خیلی خوشحالم که هستن کسایی که علاقه مند هستن به این کار و این باعث میشه من انرژی بگیرم و بهتر ویدیوهای بهتری بسازم و بیشتر کار کنم و جلو برم. باز اینستاگرام من رو میبینید و میتونید اینستاگرام من رو فالو کنید، همینجور توی لینک اینستاگرام من رو میذارم اینستاگرامم رو و ویدیوی کار با دستگاه نیومارک ام تی پرو 3 رو لینکش رو میذارم، حتما توی کانال هست چک کنید و ویدیوی قبلی رو هم حتما چک کنید، به دردتون میخوره. روز خیلی خوبی داشته باشید، موفق باشید، تلاش کنید، تمرین کنید، ناامید نباشید، زندگی عالیه. من از راه سختی به اینجا رسیدم و راه دراز دیگه هم دارم و خیلی خوشحالم که دارم بهتون کمک میکنم و میتونم این اطلاعات رو با شما در میون بذارم. موفق باشید.